نشست علمی روزانه آیت الله لزماسی صادق حسین شیرازی روز شنبه 23 جمادی و سال 1445 برگزار شد در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند آیت الله شیرازی در رابطه با تفاوت قضا و قدر فرمودند ظاهر برخی از روایات این است که تقدیر و قضا با هم تفاوت دارد تقدیر به معنای اندازه است مثلا فردی که به دنیا می آید تقدیر او 60 سال عمر کردن است که گاه قضا با تقدیر موافق و همانند است یعنی 60 سال عمر معکد و تثبیت می شود اما این نکته از برخی از روایات استفاده می شود که قضا از یق یعنی کوتاهتر از قدر و پیش از آن است و گاه قضا اوسع یعنی بیشتر از قدر و پس از آن است و مثلا 60 سال عمر او تا 70 سال افزایش پیدا می کند معظم الله در ادامه فرمودند از برخی روایات استفاده می شود که قدر همان تقدیر الهی است اما قضا آن چیزی است که گاهی آن تقدیر را ثابت و یا بیشتر و کمتر می کند ایشان همچنین تاکید فرمودند قضا و قدر در همه امور زندگی انسان از جمله در عجل، رزق و روزی، برخورداری یا عدم برخورداری از اولاد و تعداد آنها جاری می شود. آیت الله لزمان شیرازی در تشریح معنای قضا و قدر فرمودند تمام چیزهایی که خدای وجل برای آنها اندازه قرار داده است با آن تقدیر گفته می شود. و در برخی موارد همان اندازه گاهی اثبات می شود و گاهی بیشتر یا کمتر می شود که با آن قضا می گویند معظم الله در ادامه تاکید فرمودند گاه سبب قضا خود انسان است مثلا در تقدیر انسان آمده است که تا سی سال عمر کند و سه سال دیگر باید از دنیا برود اما سله رحم می کند و عمر او بر اساس قضا افزایش پیدا می کند اما گاه قرار است که تا سی سال عمر کند ولی قطع رحم می کند و عمر او بر اساس قضا کاهش می یابد با هم فرمایشات آیت الله العظما شیرازی را ببینیم و بشنویم گاهی خود شخص یک کار خوب میکنه این قضا اوسع میشه این قدر خوب اوسع میشه گاهی به عکس روایت داره اومد خدمت حضرت کاظم علیه السلام در مکه مکرمه کسی از یه طرفی آمده بود حضرت بهش فرمودن برادرت کو گو برادرم و فلان تو فلان ده با هم اومدیم از اونجا دیگه اون مند و من جدا شدم اومدم حضرت فرمودن مضمون روایت اینه حضرت بهش فرمودن که تو با برادرت اونجا با هم دعوا کردید قهر کردید هر دوتون قطع رحم کردید آخه گاهی یه برادر قطع رحم میکنه یکی دیگه نمیکنه فرمودن هر دو قطع رحم کردید تقدیر الهی در عمر شما این قوا شد که همون وقت هر دوتون بمیرید و بعدش تو که جدا شدی تو را اومدی توی یکی از دهات تو مسیر یه عمه داشتی رفتی دیدنی عمت تو ذهنم اینجوریه به صلت که عمتک صلی رحم کردی عمر تو 20 سال اضافه شد اما برادرت همونجا مرد اونی که این را نقل کرده از حضرت کاظم علیه السلام تو ذهنمه که علی ابن ابی حمزه بطائنیه میگه تا 20 سال بعد من حج میمدم اینو میدیدمش ای. بعد 20 سال اومدم دیگه ندیدمش